سلام توی این ویدیو میخوام جواب چند تا از کامنت های دوستان رو بدم اول اینکه ممنون که وقت میذارین ویدیو ها رو میبینین و ممنون که وقت میذارین کامنت میذارین نظرتون رو مینویسین خیلی لطف میکنین ببخشید که سطح ویدیو ها زیاد چی میگن بالا نیست و سعی میکنم یکم بهترشون کنم یکمی وست دوربین بهتر میکروفون بهتر و سعی میکنم از محتوای بهتری داشته باشم از کامنت های آخر شروع میکنم تا بریم اونجایی که جواب دادم تو ویدیوی پنج روش مهاجرت به آمریکا یه عزیزی نوشتن 15 سالشونه سال اول دبیرستانن بهترین راه برای مهاجرت براشون چیه من کارشناس مهاجرت نیستم من فقط نظر خودم رو میگم من اگه 15 سالم بود سال اول دبیرستان بودم سعی میکردم روی انگلیسیم می کار کنم توی یکی از دانشگاه خوب سعی میکردم توی یکی از های مهندسی که علاقه دارم بخونم از دوران آخر دبیرستان از اول دانشگاه سعی میکردم با دانشگاه های آمریکا ارتباط بگیرم، با اساتید ارتباط بگیرم، ببینم تو چه زمینه‌هایی پژوهش میکنن، توجه چه هایی علاقه دارم و سعی میکردم با استادایی که تو آمریکا درس خوندن یا ارتباط دارن ارتباط بگیرم. از هر روشی سعی میکردم ارتباط بگیرم باشون تا فرقی نداده کدوم ایالت، هر ایالتی که باشه. اگه یه استادی از کاری که من آن انجام میدم خوشش بیاد حاضر میشه که هزینه کنه و هزینه دانشگاه من رو بده یعنی به من کار بده که هزینه دانشگاه من رو بده برای همین از همون 15 سالگی به نظر من بهترین سن هست برای این سعی کنین تو یکی از دانشگاه خوب درس بخونین با استادایی که تو آمریکا تحصیل کردن یا ارتباط دارن ارتباط قوی داشته باشین با استادایی که تو آمریکا هستن ارتباط برقرار کنین ببینین چه جوری میتونین باهاشون کار کنین تو چه زمینه هایی که میتونین باهاشون کار کنین و همین که لیسانستون رو تموم کردین میتونین برای فوق لیسانس یا برای دکترا مستقیم اقدام کنین برای آمریکا هیچ فرقی هم نداره هر ایالتی که شد بیاین فقط بیاین بعد از تموم دانشگاه میتونین هر جایی که دوست داشتین برین یک چیز دیگه لاتاری رایگان هست لاتاری رایگان هست سعی کنین هر سال ثبت نام کنین هر سال پنج و پنج هزار نفر از طریق لاتاری میان آمریکا و حدود دو هزار نفر هم از ایران میتونن قبول بشن تو لاتاری و مسائل سیاسی هر سال ممکنه تغییر کنه برای ایران ولی یکی از بهترین روش هاست که میتونین بیاین آمریکا از طریق لاتاری برای همین حتما هر سال ثبت نام کنید یکی از عزیزان زیر ویدیوی کفسی در آمریکا نوشتن یه ایده به ذهنشون رسیده که یه ویدیو درست کنم در مورد هزینه های یه خانواده که مثلا قدرت خریدشون چجوریه حتما سعی میکنم یه ویدیوی اونجوری درست کنم ممنون از ای که دادین تو ویدیوی نمایندگی های ماشین تو آمریکا هوندا، فورد، شورلت، بی ام و بنز، فورد و نمایندگی های دیگر رو گفتین حتما یک به یک خواهم رفت یکی از عزیزان در مورد گواهی رانندگی ایران پرسیدن اگه گواهی نامتون اینترنشنال باشه یعنی بین المللی باشه تو ایران فکر کنم یه دو سه ماهی بتونین با رانندگی کنین ولی گواهی نامه خود ایران فکر نمی کنم اینجا زیاد به دردتون بخوره مگر اینکه وقتی که دارین بیمه میگیرین یا وقتی که دارین گواهی نامه میگیرین تو آمریکا یه ایالت های مختلف قانونشون فرق میکنه ولی در کل فکر نمی کنم زیاد به دردتون بخوره تو ویدیوی نمایندگی ماشین در مورد ماشین های آمریکایی پرسیدین خب ماشین های آمریکایی هم خیلی از مردم آمریکا دوست دارن ماشین آمریکایی سوارشن و اونایی که سفید آمریکایی و برند های آمریکایی دوست دارن سوارشن و سایل آمریکایی دوست دارن استفاده کنن ولی خب ماشین های ژاپنی کره ای هزینهشون خیلی پایین تره به خاطر همون خیلی از قش خیلی بالایی از مردم ماشین های ژاپنی و کره استفاده میکنن ماشین های آلمانی محشهورم به اینکه خیلی پیچیدن هزینه هاشون خیلی بالاست هزینه تعمیر نگهداریشون خیلی بالاست بعد ماشین های بعد ماشین های آسیایی ترجیح خود من ماشین های آسیایی کره ژاپنی ارزونن راحت تعمیر میشن و امکانات خوبی دارن ولی خب خیلی از ایرانی های آمریکا علاقه زیادی به ماشین آلمانی دارن بنز و بی ام خب درآمدشون هم خیلی بالاست برای همین زیاد اهمیتی نداره یکی هم لیز کردن ماشین اینجا خیلی یعنی کرایه کردن یعنی از شرکت بنز مثلا هر ماه 500 دلار 700 دلار یه چیزی میدین آخرین برندشون رو دارین هر دو سال یه بار میبرین عوض میکنین یه مدل جدیدش رو میگیرین و خیلی از کسایی که بیزنس دارن این کار رو میکنن چون میتونن هزینه اون ماشین رو زیر مالیاتشون رد کنن به خاطر همون خیلی به صرف است یه سری از دوستان هم یه سری به هم پیشنهاد دادم مثلا تو زیر ویدیوی که اف سی آمریکا گفتن از رستوران دومینوز پیتزا هم فیلم بگیر حتما میگیرم یه سری از دوستان هم خیلی لطف کردن نوش جان فلان ممنون از لطفتون که وقت میذارین ویدیو رو میبینین زیر ویدیوی گوشت گوسوندی یکی از عزیزم گفتن که ندیدن آخرش چی شد این دفعه که پختم حتما نشون میدم که آخرش چی شد اوضخواهی میکنم در مورد ضبح حیوانات پرسیدین راستش قرار یکی دو ماه دیگه برم مینسوتا یکی از دوستام اونجا برامون داره مرغ پرورش میده یه بیستا مرغ دارم اونجا میخوام برم خودم زب کنم این دفعه حتما براتون فیلم میگیرم این تا حالا نکردم این کارو ولی دارم به خودم جورت میدم که یه بار اگه بتونم یکی از اونا رو سر ببرم برحال یکی از مرغا رو یکم بعد شدم شد گفتم یکی از مر... مرغا رو خودم سرش زب کنم رو خرید چاقو یکی از دوستان گفته سری به فروشگاه هستش شکاری بزن حتما تو اولین فرصت میرم براتون فیلم میگیرم از فروشگاه اسلحه در مورد آمیش ها گفتین که ازشون فیلم کامل بگیرم و راستش من خیلی خرید میکنم از آمیش ها تا این آمیش ها دوست ندارن ازشون فیلم بگیریم کلا با تکنولوژی و اینجور چیزا خوششون نمیاد منم برای اینکه بی احترامی نشه زیاد مستقیم ازشون فیلم نمیگیرم ولی این دفعه باشون صحبت میکنم اگه زیاد ناراحت نشن سعی میکنم یه فیلم کوتاه ازشون بگیرم زیر ویدیوی چرا آمریکا گزینه خوبی برای مهاجرت ما ایرانیا یکی ای از دوستان نوشتن که به خاطر کار و اینجور چیزا گزینه ها بهتره که کانادا، آمریکا، استرالیا، اروپا اینجوری باشه منم نمیدونم هر سلاح خودش سلاح خودش رو بهتر میدونه و یکی از دوستان نوشتن که به خاطر مسائل سیاسی کانادا خیلی راحت تره با تو موافقم منطقه تا... من در مورد بلند مدت صحبت میکنم روابط سیاسی شاید کوتاه مدت باشه من وقتی که میگم آمریکا خوبه برای مهاجرت برای ما ایرانیا در مورد بچه هامون نوه هامون صحبت میکنم که فردا که بچه هامون نوه بزرگ شدن اه... احساس کنن که آمریکا کشور خودشونه ممکنه ده سال دیگه روابط ایران و آمریکا خیلی عالی باشه ممکنه 20 سال دیگه خیلی فرما تفاوت باشه با الان به خاطر همون به نظر من آمریکا میتونه گزینه خوبی باشه ولی خب ممنون که نظرتون رو میگین خیلی قابل احترام هست و همین زیر ویدیوی شارژ باتری تو آمریکا یکی از دوستان گفتن که این همه خدمات آخرشم هم رفتی والمارت دیگه والمارت ارزون تر بود دیگه شما راست میگیم ولی خب نمیدونم یکی از عزیزان گفتن 35 سال سوئد هستن و احساس میکنن که خارجی هستن از خیلی شنیدم این رو متاسفانه تو اروپا این وضعیت هستش یکی از عزیزان زیر ویدیوی چرا آمریکا گزینه خوبیه نوشتن در مورد اینترنت خانگی سرعت قیمت قبلا یه ویدیو گذاشتم فکر کنم چند روز پیش میتونیم ببینیم یکی از عزیزان گفتن حداقل درآمد برای یک زندگی مناسب چقدره ام... نسبت به ایالتی که زندگی میکنین میتونه حداقل درآمد برای زندگی مناسب متفاوت باشه مثلا توی کالیفرنیا تو قسمت مثلا لس آنجلس درآمدتون باید بالای 150 هزار دلار باشه که بتونین زندگی خوبی داشته باشین تو ایالت های میانی اگه درآمدتون سالانه بالای 50 هزار دلار باشه هم میتونین زندگی خوبی داشته باشین اینجا معمولا میگن کرایه خونت بعد تقریبا 25 درصد کل در درآمد ماهانت باشه مثلا اگه کرایه خونت هزار دلاره بعد هر ماه حداقل چهل هزار چهار دلار درآمد داشته باشیم مثلا توی نیویورک یا لس آنجلس کرایه ها بالاست بالای دو سه هزار دلاره خب درآمدها هم اونجا بالاتر بالای ماهانه ده هزار دلاره اونایی که خوب زندگی میکنن همه نه برای همون نسبت به درام ایالتتون فرق میکنه درست میگین آمریکا یکی از عزیزم گفتن آمریکا خاطر مسائل سیاسی خیلی سخت میگیرن درست میگین منتها احتمالا پنج سال دیگه ده سال دیگه اینجوری نباشه یکی هم آمریکا چون کشور کاپیتالیسته کسی که دانشجویی میاد کسی که با ویزای کار میاد خیلی بهش ارزش میدن یعنی دانشگاه ها همیشه درشون بازه برای دانشجوی ایرانی یعنی اگه هر گونه بنی هم باشه برای ایرانیا برای دانشجوها همیشه در یکی از عزیزان در مورد کپی رایت پرسیدن خب اینجا اکثرا شرکت ها سیستم سابسکرایب دارن یعنی میدونن مشتریاشون کیه مثلا آدوبی میدونه مشتریاش کیه و اگه کسی به غیر از مشتریاش استفاده کنه خب اونا میفهمن ولی خب همه جای تو آمریکا همین کپی رایت و کرک و چیزهای دیگه استفاده کردن هستش منتها اینجا خیلی خیلی کم تره و اگه پیدا کنن خب جریمه داره حالا نمیدونم اف بی آی و اینا فکر نمی همچین چیزی باشه ولی خب جریمه داره به خاطر همین اکثر شرکت ها خیلی احترام میذارن به کپی رایت به حقوق هم دیگه به حقوق شرکت های دیگه و هزینه هاش رو پرداخت میکنن من به شخصه ندیدم تا حالا کسی اینجا هزینه چیزی رو که استفاده میکنه پرداخت نکنه فوتوشاپ باشه یا هر نرم افزار دیگه ای. یکی از عزیزان پرسیدن که هزینه پر کردن دندونم چقدر شد من هم پر کردم هم که یه چیزی مثل روکش روش گذاشتن بهش کپ یا کرونز میگن هزینه شد هر کدوم 850 دلار ولی خب من یه کلینیک خصوصی رفته بودم بعضی از توی نیویورک یه دکتری داشتم و یه دکتر هندی بود یه دندونم رو همینطوری پر کرد برای 60 دلار و اگه کپ میذاشتم اون موقع 400 دلار بود یعنی نسبت به دکتری که میرین خیلی فرق میکنه اون دکتر تو نیویورک باز بود 40 400 دلار این کلینیک خصوصی که تو پنسیلوانیا رفتم 850 دلار ولی خب اگه بیمه های مختلف داشته باشین شاید یه قسمتیش رو پوشش بدم یکی از عزیزان پرسیدن کدوم شهر هستم الان پنسیلوانیا هستم نزدیک نیو هالند خیلی از عزیزان لطف دارن و خیلی چیزای خوب نوشتن که از چیزای ویدیو تهیه میکنم که خیلی به درد بخوره من سعی میکنم مثلا اگه بخوام من مهاجرت کنم یه کشور دیگه دوست دارم بفهمم که حس و حال زندگی اونجا چجوریه من سعی میکنم تو ویدیوها حس و حال زندگی رو اینجا بهتون نشون بدم حالا از دید خودم سعیم اینه که کار به درد بخوری انجام بدم امیدوارم که واقعا به درد بخور باشه و براتون قابل استفاده باشه برای توت فرنگی یکی از دوستان شوخی کردن نه پولش رو دادم در مورد ویدیوی شارژ باتری که زیزان گفتن که این کارهایی که رایگان انجام میدم بعد تیپ بدیم نه تیپ دادن معمولا فقط توی رستوران هستش که چون گارسون ها اینجا حقوق کمی از رستوران ها میگیرن مردم بهشون تیپ میدن و به خاطر اینکه سرویس بهتری بدن تشویق میشن که یعنی تیپ دادن باعث میشه که تشویق بشن گارسون ها سرویس بهتری بدن یه فروشگاه کیلویی رفته بودم که وسایل رو میتونستین کیلویی بخرین عزیزان اسمش رو پرسیدن راستش من مطمئن نیستم که این فروشگاه ها قانونی هستن یا نیستن چون اینجا خیلی از فروشگاه های بزرگ مثل والمارت و اینا بعضی موقع سری از مردم میرن پشت فروشگاه و اون چیزایی که تاریخ گذشته است رو برمیدارن نمیدونم دقیقا قانون... قانونی هست یا نیست برای همین اسمی ازشون نبردم ولی یه فروشگاه دیگه هست اسمش شرپ شاپر هست حتما اونجا فیلم میگیرم اونجا هم اجناس اه... که کمونه تاریخش بیک رو گذاشتم و خیلی ارزونه ولی اونجا تبلیغات میکنن اون رو حتما فیلمش رو میگیرم و اسمش رو هم میگم اسمش شرب شاپر هست بازم میگم خیلی از دوستان خیلی لطف دارن خیلی جملهای های خیلی زیبا نوشتم ولی خب نمیتونم همه رو بخونم ممنون از لطفتون این ویدیو طولانی شد من یه ویدیو دیگه میخوام بگیرم و جواب بقیه عزیزان رو بدم این ویدیو فقط تا 6 روز قبل دوستانی که کامنت گذاشتن جوابشون رو دادم فکر کنم یه 6 روز دیگه هم هستش که باید جوابش رو بدم یه ویدیو دیگه درست میکنم حالا نمیخوام ویدیو ها زیاد طولانی بشه وقتتون رو بگیرم لطفا نظرتون رو بگین اگه از اینجور ویدیوهای جواب دادن خوشتون میاد لطفا بگین اگه فکر میکنین که خیلی وقت گیره خیلی حوصله بره لطفا بهم بگین که سعی کنم ویدیوهای بهتر بسازم ممنون بخ... که وقت میذارین و ویدیوها رو میبینین